درنو لیدونکو یو ځل بیا هم ښه راغلاست او هرکلی تاسو یم په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسئ او همداشان د ژوندون سهار خپرونه کې راسره مل اوسئ. ژوندون سهار خپرونه ده او دا خپرونه دا ادامه لري. په خپرونه کې بیا هم موږ ځان سره دوه ګلالي مېلمانه لرو چې دوی د جوانان خلاق په نوم یو دانه کمپ جوړ کړی ده تر څو دوی په دغه کمپ له لارې ځوانانو سره مرستې وکړي، هغوی تشویق کړي، همدارنګه هغوی ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. خوش آمدید بابا. خوش آمدید بابا. خیر شما. تشکر. در قدم نخست درباره هم کمپتان معلومات نهایی و مختصر به ما بده. اول تر از همه سلام با شما همکارانتان و تمام بینندگان تلویزیون زیبای جواندون. امید حسینی هستم، یک تن از بنیانگذاران و برگزار کنندگان کمپ جوانان خلاق. کمپ جوانان خلاق در سال 2019 توسط یکی از جوانان تأسیس کردید که هدف از این کمپ به خاطر ارتقای ظرفیت جوانان می باشد. پیروزی تماننه جمیل جان، شما هم خوش آمدین به برنامه. صبح بهتون بخیر. تشکر. سلام به شما دوستان و همکاران و همچنین بیننده های عزیز تلویزیون زیبای جواندون. همچنان قدرت الله جمیل هستم، یکی از بنیانگذاران و برگزار کنندگان کمپ جوانان خلاق. کمپ جوانان خلاق در کدام سال تأسیس شد؟ برای اولین بار کمپ جوانان خلاق در سال 2019 تأسیس شد و ما نخستین برنامه خود را در مارچ 2020 برگزار کردیم. در کدام عرصه فعالیت ها دارن؟ در رابطه با فعالیت هایتان ببین. برای ارتقای ظرفیت جوانان کار میکنین؟ بله، ما در عرصه ارتقای ظرفیت جوانان به خصوص در عرصه مهارت های اینا کار میکنیم. ما برای اولین بار نخستین برنامه خود را در سال 2020 در مارچ 2020 برگزار کردیم که بیشتر هدف برنامه روی مدیریت پروژه ها، شروع تجارت و همچنان کسب ارتقای مهارت های زبانی محصلین بود که برای اولین بار ما کمپ خود را برای 30 تن از متعلمین دوره لیسه برگزار کردیم. و همچنان در جریان از این برنامه ما توانستیم تعداد زیادی از زمینه زیر فراهم کنیم که تعداد زیادی از جوانان بتوانند در برنامه ما اشتراک کنند و از مهارت های رهبریت و همچنان کس در بخش کارهای تیمی و همچنان رشد فرهنگ زمینش برایشان فراهم بسازیم تا اینا بیشتر رشد داشته باشند و در این خلاق باشند و کارهای بیشتر برای جامعه شده. تشکر جمیل جان. میایم دختر خانم ها هم امرویتان کار میکنه و وقتی که گپ در اشتراک شد و میایین اونا هم سهم میگیرن؟ بله، 100% یک از معیارهای ما هستند که ما بتانیم هر دو بخش، هم پسرها هم دخترها رو کسی در برنامه خود شامل بسازیم. طبقه که ما تصمیم گرفتیم در برنامه اول ما 15 تن از متعلمین دختر و 15 تن از متعلمین پسر را شامل برنامه خود ساختیم و یکی از اهداف ما بود که بتونیم هر دو بخش از جامعه که در حقیقت پسرها و دخترها نیمی از جامعه را تشکیل میدن و زمانی که اینا در کنار هم قرار میگیرن و با ارتقای ظرفیت اینا ما میتونیم بیشتر تغییر بیشتر را در جامعه داشته باشیم. دیره من تشکر. من با شما آقای حسینی، امی کمپ جوانان خلاق متشکل از چی کسایی هستند؟ علاوه از جوانان دیگه کسایی هم در اشتراک در کل این کمپ جوانان که است توسط امی یک تعداد جوانان ساخته شده. ما جوانایی هستیم که میخوایم بر جامعه خود کار کنیم. یعنی در کنار از این که این کمپ فقط برای جوانان است، کسایی که این برگزار هم میکنن جوانان هستند. ما در سال 2019 یک تعداد از جوانان جمع شدیم و خواستیم یک ایده خلاقانه ایجاد کنیم تا یک برنامه های را ما تشکیل بدیم که در کنار از این که متعلمین و محصلین ما درسای پنتون و درسای مکتبشون رو میخوانن، در کنار از این فعالیت ها و مهارت های جنبی دیگر که نیاز است اینا باید داشته باشند در یک جامعه، ما بتونیم یار ظرفیتشون ارتقا بدیم. به همین خاطر ما برنامه خود که متشکل از رویش تحقیق می باشه، مدیریت پروژه، شروع تشبث یا تجارت که بزنس استارتاپ میگیم ما، و همچنان مهارت های زبان انگلیسی که شامل بخش های نوشتاری و گفتاریش میشد در این کمپ ما گنجانیدیم. تر دیده ما یا تانوز چقدر جوانا آمده، اشتراک جوانا چقدر است، تشویقشان چقدر است، به شوق و علاقه میآیند نمیآیند؟ بله،
در کل پروسه برنامه ما که یک پروسه بسیار مغلق هم است، ما چون که تعداد کسایی که در برنامه ما اشتراک میکنه کم محدود است، دور اول 30 تن بود، اما دور دوم که ما خواستیم برگزار کنیم همین سال 2021 بود که در 20 فوریه سال 21 ما برگزار کردیم، بنابراین که تقاضاها زیاد بود ما چی شدیم که همین ظرفیت بلند ببریم، اما با وجود از این ما بیشتر نتونستیم که این دورم بیشتر از 40 تن از همین جوانان را در برنامه اشتراک بدیم، اما علاقمندان بسیار زیاد است، چرا که ما پروسه‌ای که داریم که کسی که میخواد شامل 40 نفر شود بسیار پروسه طویل است، او باید اول اپلیکیشن ما را به صورت آنلاین از طریق فیسبوک پر میکنن، بعد از اون اینترویو گرفته میشه که ببینیم مهارتشون در کجاست، با چه سطح میتونیم ما همراه از اینا همکاری کنیم، بعد از شامل برنامه میشه، به خاطر ما متقاضی بسیار زیاد داشت، حتی در دور اول وقتی کسایی که فرم ما را پر کرده بودن بیش از 400 500 نفر بودن که پر کردن که ما دانستیم که در بین از اینا 30 دانه اشتراک کننده داشته باشیم که 15 تاش دختر و 15 تاش پسر بود، و ما یکی از اهداف دیگه ما که روی از کار میکنیم همین مساویتی جنسیتی میباشه که ما باید در هر برنامه که اشتراک کننده ها میباشن باید تساوی جنسیتی مد نظر گرفته شه. چه مهارت باید داشته باشه یک کسی که بیا اشتراک کنه؟ چون برنامه ما که بود با انگلیسی بود، مهمترین کریتریا ما چیزی که ما در نظر گرفتیم مهارت انگلیسی بود، باید انگلیسیشون نه به سطح بسیار پروفشنال باشه، اما به سطح می بود که باید اینها میتونستن صحبت انگلیسی کنن و به شکل درک بتونن درس ها، چون درس ها که بود به شکل معیاری استاندارد درس می داده میشد و به شکل انگلیسی بود، از این خاطر نیاز بود که مهارت انگلیسی از نظر خوب تر می بود. بسیار خوب. حمایت کننده مالی شما در این حد کی هستن؟ یا شما از نمی جوانایی که می اشتراک میکنن از اینو ما ضرورت مالی خودت تکمیل میکنیم؟ ما در ابتدا خود ما زمینه زیر فراهم ساختیم و خود ما دست به دست هم دادیم تا بیایم زمینه تغییر فراهم کنیم، بنابراین خود ما تصمیم گرفتیم که نهاد شکل بدیم و تا هنوز حمایت کننده خارجی نداریم، ما با استفاده از امی هزینه های مالی که فقط بخش های مالی اینا خود اشتراک کننده ها زمینش بر خودان فراهم می سازن و در کل ما اکثریت سرویس یا خدمات رو ما که ارائه میکنیم در بخش آموزشی، در بخش ارتقای ظرفیت و در هر بخشی که ما زمینش فراهم میکنیم بیشتر همکاران ما هستن که به شکل ولنتیرلی میان با ما همکاری میکنن و تا هنوز توانستیم توجه خیلی زیادی از کسایی را که میخوان برای تغییر در جامعه خودشان خواسته وارد پروسه ما شوند و در پروسه ما همکاری کنند تونستیم این برنامه رو تا هنوز برگزار کنیم. بسیار خوب. در این روزای قرنطین کدام برنامه زیر دست دارن یا خیر؟ بله ها، ما در جریان قرنطین سال قبل هم همچنین قرنطینی رو داشتیم و محدودیت هایی بود که ما نمیتونستیم برنامه های فیزیکی خود را برگزار کنیم، بنابراین ما با یک رویکرد جدیدتر و به خاطر ارتقای ظرفیت جوانان ما نخستین برنامه که داشتیم تحت نام Creative Writing که یک از برنامه های مقاله نویسی بود و تعداد زیادی از جوانان در این برنامه اشتراک کردن و حدود بیشتر از 80 مقاله را ما دریافت کردیم و بعدا طی پروسس ما تونستیم 15 بهتر و بالاخره یکی از برترینش انتخاب کنیم. در کنار از این که این برنامه رو برگزار کردیم بعدا چون پروسه طولانی بود و قرنطینه ادامه داشت ما تونستیم زمینه زیر فراهم کنیم که یک سری از محصلین و متعلمین ما که در خارج از کشور بخصوص در کشورهای چین، جرمنی، ترکیه، بنگلادش و کشورهای دیگه که قرار داشتن اینا زمینه زیر فراهم ساختیم تا اونا بیاین در مورد پروسه اسکالرشپ که اکثریت جوانان به دنبال ازی هستن تا یک فرصت را فراهم کنن تا در کشورهای متعدد دیگه هم برن یک تغییر را در اونجا ببینن و بتونن تغییرات را در جامعه ما بیارن، زمینه زیر فراهم ساختن تا اونا معلومات را کنن تا چگونه چه شرایط را اینا داشته باشن و چگونه میتونن داخل پروسه شن و این خیلی موثر بود برای خیلی ایده از جوانا و تونستیم یک ایده از جوانا را نه از این طریق آگاه بسازیم و یک ایده تونستن در امسال پیشرو که امسال بود یک ایده تونستن که از این طریق به اهداف خود برسن و یک عدت اونستن اسکالرشپ به دست بیارن. زیر زیاد امانه نکرودن. سلامت سی پلان های آینده ایتان چی هست در رابطه با پلان های آینده ایتان یکمی صحبت داشته باشید؟ برنامه های زیادی در پیش رو داریم ما که میخواییم در جریان همین سال و سالهای بعدی برگزار کنیم. یک از برنامه های مهم ما خود کمپس که همه ساله یک بار برگزار میشه، هر سال فقط یک دوره برگزار میشه که کم بر یک هفته است، از ساعت 8 صبح شروع میشه تا ساعت 4 بجه بر یک هفته
این برنامه ما همه ساله برگزار میشه که انشالله ما همی سال دیگه هم که میلادی سال 2022 میشه در نظر داریم. برنامه میزی که ما که روی دست داریم یک مسابقه اسپلینگ لغات های انگلیسی استن که برنامه به نام اسپلینگ بی کمپیتیشن یاد میشه که دهی کسایی که اشتراک میکنن دهی برنامه و برشان تعداد زیاد از لغات داده میشه یا میگن حفظ میکنن و اسپلش در نظر میگیرن و بعض این مسابقه پروسش قسمی است که من از اسپلش پرسان میشه و با یا جواب بدن که هدفی که روی از این برنامه ما کار میکنیم است که اولا که همین زبان انگلیسی که چون یک زبان بین المللی است و بسیار مهم است برای جامعه ما شما همین روش پیدا کنه. دوما ما کار میکنیم که همین جوان ها با همدیگر یک جان شون، کاری تیمیشون بیشتر شون و همچنان روی کردشون نظر به جامعه و تغییر مثبت. خیلی زیاد ممنون. تو رادن سلامت سید تشریف مراوی. خیلی ممنون. تشکر. زنده سلامت باشین که به برنامه آمدید. حالا دونکو سم بخبرونه که لند دما تر لند دمی ورستا فیصل جان میر رازی تاسو د ورسپانو برخوانند کوي بیانو د ټلیفون په کرخه هم را سره یوځای شئ.